تازه کار، در حال پیشرفت یا حرفه‌ای، فرقی نمی‌کنه. همه نیاز داریم بعضی وقتا آبجکت مدل کنیم. یکی از بیشترین سوالایی که از من پرسیده میشه اینه که خودم باید مدل کنم چیزایی که تو فضام هست یا نه. ببینید، من 3 تا جواب مختلف دارم برای این سوال بسته به سطح شما. اگر ما بیایم لول‌های مختلفی برای شما در نظر بگیریم، تازه کار، در حال پیشرفت و حرفه‌ای. تازه کارها وقتی دارن کار شروع میکنن، یکی از بهترین روش‌ها و پرچالش‌ترین روش‌ها برشون مدل سازی آبجکت‌های توی فضا. وقتی من بهتون میگم مدل سازی آبجکت، منظورم مدل سازی چیزای پیچیده، منظورم مدل سازی میز و صندلی و تمام دیوارهای دکوراتیو و سقف و یه سری از لوسترهایی هستش که میشه مدل بشن. کلا هر اون چیزی که تو فضاتون امکان مدل سازیش هست، قفسه ها، چند مدل صندلی، اصلی ها، هر چیزی که تو فضا هست و قابل مدل کردن بر اساس همون 8 دستور طلایی که من بهتون یاد دادم. شمایی که تازه کارین باید خودتون مدل کنید. اگر در حال بستن پروژه طراحی هستید که کارفرما داره، نه. برای اینکه اعتماد به نفس بهتری بگیرین، تا اونجا که میتونین اتفاقا فضاهای آماده استفاده کنین تا فقط پروژه‌تون بسته شه. اما اگر دارین تمرین میکنید، وظیفه شماست که آبجکت‌ها رو مدل کنین تا همه چیزو یاد بگیرید و براتون تثبیت بشه. اگر در حال پیشرفت هستین، تو مدل سازی یه سری چیزا دیگه حرفه‌ای شدین، بهتره که شروع کنین و برید سراغ مرحله بعدی، لول بعدی، که مدل سازی چیزای مختلفه. فقط یادتون باشه، درسته که شما دارید پیشرفت میکنید، دستتون داره تندتر میشه و کارهایی که قبلا براتون سخت بوده، مدل کردنشون براتون به شدت راحت میشه. اما اگر چالش های جدیدی برای خودتون درست نکنین، نرید مدل های سختتری رو انجام بدین، همیشه در حال پیشرفت میمونید و حرفه‌ای نمیشین. و اما دسته سوم، حرفه‌ای ها. اولا که اگر خودتون تو این دسته میدونید، بهتون تبریک میگم، شما خیلی زحمت کشیدین. خطری که حرفه‌ای ها رو تهدید میکنه یه ذره زیادتر است که تازه کارها و در حال پیشرفت است. کسی که تازه کاره میدونه یه راه بزرگی در پیش داره، کسی هم که در حال پیشرفته میدونه که کیفیتش متوسط، عالی نیست. اما زمانی که شما به اون نقطه برسید که کیفیتی که دارید رندر میگیرین تو بهترین حالت ممکن باشه، خطر سقوط شما بیشتره. اعتماد به نفس کاذب مانع از پیشرفتتون میشه و من این چیزیه که خیلی تو 3D آرتیستا میبینم. یه سری چیزا رو خیلی بلدن اما علمشون قدیمیه، چون به آموزش دیدن ادامه ندادن، چون به این باور رسیدن که خدای کاری ان که دارن انجام میدن و همین باعث عقب افتادنشون حتی از کسایی که در حال پیشرفت هستن شده. پس حواستون باشه، چیزی که شما دارین یاد میگیرین روز به روز در حال پیشرفته و هیچ کس توش خدا نیست. همیشه باید به آموزش دیدن ادامه بدید و همیشه باید آبجکت ها و مدل های جدید و پیچیده رو یاد بگیرید و مدل کنید.